یک تاریخ خاص، وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، حالا اقل و 13 سال یه قول خیلی نادریه و اکثرم همون 27 سال، و اما بین 25 23 تا 25 قول اون مشهوره نسبت به این علیا مخدره. بین دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از همه کوچکتر بود، اما بهش میفرمودن فاطمه کبرا. این بزرگوار و حضرت رضا سلام الله علیهما والده ماجدهشون جناب نجم خاتونه که خدمتش در مشربه ام ابراهیم دفن است و قبرستانی خرابتر از قبرستان بقیعه. علی حال این اندازه هست در بعضی از کتبمون که چند تا از شیعه آمدن منزل حضرت کاظم صلوات الله علیه سوالی داشتن، حضرت نبودن، به حضرت معصومه سلام الله علیها گفتن که کوچک بود، همون 13 بود یا 12 وقت سوال که با پدرتون سوالی دارم. حضرت فرمود سوال اگه دارم بپرسم. سوالاتو پرسیدن، کنیز اومد جواب سوالات رو از حضرت گرفت و داد. شیعه رفتن، گفتن عجله دارن. در بیرون شهر کی میرفتن؟ آقا در بعضی از خیله ها بودن، باقی باغستان کوچکی بود، اینها وارد شهر میشدن. شیعه دیدن که امام از خلاصه پیاده شدن، عرض ادب کردن، گفتن آقا رفتیم سوالاتی داشتیم، شما تشریف نداشتین، دخترتون جواب دادن. فرمود چه جواب دادن؟ جواب سوالاتو فرمودن. عبارت اینه که در اون مجله زائر حرم هم چند ساله به تفصیل چاپ پیش کردن با سندش که فرمود فداها ابوها، پدرش به قربانش، خودم بودم همین جوابها رو میدادم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود کلامی که اشرف مخلوقات و سید کائنات خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن جایی پیدا نمی کنید که معصوم مثلش در این محبت باشه جز حضرت زینب و حضرت سید الشهدا سلام الله علیهما، به مانند حضرت معصومه و حضرت رضا علیه السلام که امام معصوم نامه نوشتن به مدینه به خواهرشون که دلم برات تنگ شده، حرکت کن و بیا. معصوم بفرمد دلم برات تنگ شده و تشریف آوردن. بعدم میبینیم احوالات رو. به موسی بن جعفر علیه السلام مرحوم نوری نوشته کسی متوسل شد در بغداد از شیعیان، امام در عالم رؤیا فرمود به فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل شد، فرمود منظور مادرتون سلام الله علیها؟ فرمود نه دخترمه، در قم دفنه، حاجت تو بگی. حضرت رضا علیه السلام بارها به اشخاص فرمودن بقیه حاجت از خواهرم برو در قم بگی. گاهی اوقات فرمود معصوم مراجعه دادن این دعا توسلت رو به خواهرم انجام بده.